اصلا عشق میکنم بهاره، میدونی عشق میکنم. خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی جدید دیگه. آقا فقط فکر کنم چند روز مونده به رسلمنیا، بزرگترین پروپرویو سالانه یک کشتی کج در دنیا بدون شک، و خیلی بهش نزدیکیم. خیلی هیجان دارم براش، اتفاقات جذابی مطمئنم میفته براش. امروز میخوام یه پیش زمینه داشته باشیم راجع به رسلمنیا. یه سری پیش زمینه هایی هست برای ویدیوی بعدی که پیشبینی رویداد رسلمنیا رو کامل میکنیم و بعد میریم دیگه سراغ رسلمنیا. خب یه عذرخواهی باید بکنم به دوستانی که منتظر بررسی شوها بودم. یه خورده بچه این چند روزه سر من شلوغ بود و یه خورده آدم تنبلی هم هستم، دروغ چرا. ولی خب مهمترین دلیل اینکه شوها ویدیو بررسیش نمیاد اینکه من ندیدم. همچنان شوهایی که میبینید من نذاشتم توی کانال بررسیشو ندیدم، فقط و فقط نتیجه هاشو خوندم و یا هایلایت هاشو دیدم. بخاطر همین بود دلیل اصلی که من هنوز بررسی شوها رو نذاشتم. امیدوارم که از بعد از رسلمنیا روند بهتر و درستری توی کانال رپتور رسلینگ داشته باشیم. موهای منو خواهشن فاکتور بگیرید، میدونم نابوده، اصلا حال ندارم درستش کنم، ببخشید. خودمونی من و شما. خب رسلمنیا بزرگترین پروپرویوی که به نظر من دنیا وجود داره، هر ساله برگزار میشه و خیلی خیلی روش مانور میدن، همیشه روش مانورهای عجیب غریبی میدن و خیلی 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 پروپرویو بزرگی هستش. درود بر همگی. اولین رسلمنیا تاریخ توی 31 مارچ 1985 در مدیسون اسکوئر گاردن شهر نیویورک برگزار شد. شاید براتون این سوال پیش بیاد که چگونه اسم این پریپریو رسلمنیا شد. داستان برمیگرده به DVD های مستند طور داستان های واقعی رسلمنیا که هاروارد فینکل گوینده مسابقه کشتی کج با اشاره به گروه راک بیتلز نام بیتلمنیا رو مطرح کرد. رو هم متقاعد کردن تا این رویداد رو به نمایش در بیارن. به خاطر همین مردم فقط با یکی از این روش‌ها میتونستن این رویداد رو تماشا بکنن. ولی وینس مکمن این ریسک رو پذیرفت و این رویداد رو اجرا کرد. بیش از 1 میلیون طرفدار جذب کرد و تا اون زمان بیشترین مخاطب رو توی تلویزیون پیدا کرد. رفقا جالب اینو بهتون بگم که خود وینس مکمن بارها گفته اگه رسلمنیا با شکست مواجه میشد WWF تا مدت طولانی نمیتونست دووم بیاره. Ladies and gentlemen, welcome to WrestleMania. یه پیش زمینه اینجوری داشتیم برای افرادی که ممکنه 1% آشناییتی نداشته باشن با رسلمنیا. الان چند ساله که رسلمنیا توی 2 شب داره برگزار میشه، به خاطر همین تعداد مسابقات بیشتری داره. مسابقات جدیدی هم که ثبت شده، بالاخره دامینیک میستریو مقابل ری میستریو رو ما داریم توی رسلمنیا. بالاخره دیدیم که توی شو اسمکدان دامینیک داره میره سمت دیگه مادر و خواهر خودش، داره به اونا توهین میکنه. اونجا دیگه ری میستریو گفت نه دیگه، یه دم زد توی صورت دامینیک و چقدر جو تماشاگر رو بالا بود. واقعا پیش بینی میکردم که اولین ضربه ای که ری میستریو بزنه به دامینیک خیلی ریاکشن موهای من چه اینجوریه. و بالاخره مسابقهشون ثبت شد توی این پروپریو. مسابقه بعدی ادجو فین بلر هست که بالاخره همون جوری هم که باز پیش بینی میشد فهمیدیم که مسابقه ادج مقابل فین بلر در واقع در قفس هل این سل هست. و یک نکته دیگه اینه که همونجور که خب پیش بینی میشد دیمن فین بلر رو داریم، ولی قفس هل این سل قرار مثل قدیم دوباره رنگ نقره‌ای داشته باشه، اون رنگ قرمزی که حالا فکر کنم از سال 2018 این اتفاق افتاد قراره که برداشته بشه. چقدر حرکت خوبی بود به شخص قفس نقره‌ای و سیم گندیده‌اش رو با 100 تا اون قفس قرمز عوض نمی‌کنم، چون قرمز بچه‌ها یه خورده تو ذوق می‌زنه، این سلیقه‌ایه. خیلی با قرمزش حال می‌کردم ولی تو ذوق می‌زد، اصلا به نظر من جلوی دید رو می‌گرفت. ولی نقره‌ای واقعا
قشنگ تو کامل میتونی که داخل مسابقه رو ببینی که داره چه اتفاقی میفته و خیلی خیلی اتفاق خوبیه، حرکت بسیار خوبی که تریپل اچ انجام داد برای این مسابقه. حرف تغییر بود و اونجوری که بوش میاد تغییرات بیشتر از اون چیزی هست که ما فکرش رو میکنیم، از کمربندا بگیرید تا پروپریو ها، درافت ها، همه اینا بچه‌ها طبق گفته منابع قراره که عوض بشه و تغییر بکنه که حرکت بسیار 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 درستی هستش. نمونه اولش کمربند ها هستش که خب من کامل توضیح دادم توی کانال تلگرامم، اگه هنوز تلگرام من توش عضو نشدید حتما عضو بشید، اونجا اطلاع رسانی هایی خیلی سریعتر و دقیقتری رو انجام میدم. چیزی که من دارم پیشبینی میکنم از تریپلش اینه که بعد از رسلمنیا ما یک تحول کامل داریم، تقریبا شاید درست باشه بگم که قراره یک عصر جدیدی شروع بکنیم که خب ظاهر جدید لوگوهای شو باشه، یعنی که کمربند عوض بشه. الان به شدت منابع دارن تایید میکنن که کمربند جدیدی رو قرار که دبلیو ازش رونمایی بکنه، تریپل اچ هم کامل تاییدش رو کرده و فقط باید ازش رونمایی بشه، یعنی حاضر کامل. و اون کمربند یک کمربند درجه یکی، کمربند درجه دو نیست، کمربند دیگه نیست، کمربند جهانیه در لول دبلیو یونیورسال و خب فکر میکنم جایگزین قرار اتفاق بیفته، نه اینکه مثلا یونیورسال بیان دوباره قرمزش کنن و طلا، نه یک ظاهر کاملا جدید و احتمال میدم یک کمربند کاملا جدید باشه و من فکر میکنم که این دوتا یکی میشه و به یک کمربند تبدیل میشه و اون کمربند میره به یک شو خاصی و یک کمربند دیگه‌ای جدید جایگزین. من همچین فکری دارم، شاید هم اشتباه باشه چون اصولا هر چند وقت یه بار این اتفاق میفته، اون اتفاقی که برای کمربند دبلیو سنگین وزن افتاد یکی شد این کمربند سنگین وزن دبلیو و یک کمربند دیگه جدید بهش اضافه شد که یونیورسال شد. حالا باز دوباره این دوتا ترکیب میشه، یک کمربند جدید میشه و باز یک کمربند دیگه اضافه میشه. من فکر کنم همچین روندی رو داریم، شاید هم کامل تک کمربندی بکنم، تک برندی بکنم، نمیدونم، ولی مطمئنم که بعد از رسلمنیا قرار تحولات جالبی داشته باشیم و امیدوارم که واقعا لوگوهای شوها رو عوض کنن، چون هر چند سال یه بار عوضش میکنن، اون تم شوها هم عوض کنن، یعنی اون LED مضحک و مزخرفی که من فکر کنم یکی دو ساله دارم میبینم و بردارم و یک LED یک آرنای فوق‌العاده رو بتونن بسازن. از مسابقات دیگه که ممکنه دقیقه 90 توی رسلمنیا ثبت بشه، مسابقه رندی اورتون مقابل مت ریدل. خیلی من نمیدونم، بعید میدونم، ولی یه دفعه دیدیم که این مسابقه ثبت بشه، خیلی از خبرگزاری گفتن که رندی رو ما داریم توی این چند شو گذشته، یا رسلمنیا یا بعدش، ما این چند شو ندیدیم و فکر کنم آخرین شو راو قبل از رسلمنیا برگزار شده. نمیدونم، حالا چیزی که گفتم باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. و میرسیم به خود آرنای رسلمنیا که یه سری عکس ازش در اومده، چه آرنای خوشگلیه و خب ما هنوز اون تصویر کامل رو ندیدیم از آرنای رسلمنیا، اون محل ورود کشتیگیرا که چی کارش کردن، چون هر سال همه منتظر اینا ببینن اون ورودی چجوریه، چون سعی میکنن که یه ورودی ها یک آرناهای بزرگی باشه. امیدوارم که امسال بهتره کنن و همیشه هر سال هم آرناها معرفی میشه، اگر کپی رایت نخوره من ریاکشنشو میگیرم و براتون میذارم، خیلی دوست دارم ببینم که آرناش چجوریه. ولی یک سری عکسای ریز ازش اومده، من خیلی خوشم اومد از این آرنا، باید ببینیم که چی میشه. دمتون گرم، اینم از این، بریم سراغ رسلمنیا. بچه‌ها ویدیوی دیگه فعلا نداریم چون اصلا وقت نمیشه که بیایم حالا ویدیو تاپ 10 بسازیم یا بررسی شوهای گذشته رو بسازیم یا شو اسمکدان آخری که داره میاد. فقط فوکوس میکنیم روی رسلمنیا، پیشبینی هاش و میریم سراغ رسلمنیا. دمتون گرم، لایک، ساب، کامنت فراموش نشه. میبینم تا ویدیو بعدی.